با حضور دهها هزار شیعه هزاره در کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان هر روزه شاهد فعالیت‌های مختلف فرهنگی اجتماعی دینی مذهبی و سیاسی توسط این اقلیت شیعه هستیم رونمایی و نقد از دانشنامه هزاره در دانشگاه هامبورگ آلمان را می‌توان یکی از جدیدترین فعالیت‌های فرهنگی این اقلیت شیعه در آلمان دانست برنامه رونمایی ویرایش دوم از جلد نخست دانشنامه هزاره با همکاری بنیاد دانشنامه مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه ارلنگن نورنبرگ آلمان کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ و مرکز فرهنگی شیعیان افغانستان در مرکز مطالعات آسیا و آفریقا در دانشگاه هامبورگ برگزار شد در این نشست در ابتدا یحیی رحیمی رئیس کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ درباره تاریخچه هزاره و وضعیت هزاره ها و ایجاد دانشنامه هزاره و مدیریت آن صحبت کرد. در این نشست دکتر علی اکبر فیاز استاد دانشگاه کابل در ارتباط با دانشنامه نویسی و قدمت آن در افغانستان صحبت کرده و فواید دانشنامه هزاره ها را برشمرد. نسیل مهرین مورخ و پژوهشگر نیز درباره نقش دانشنامه هزاره صحبت کرد و گفت نشر این دانشنامه می تواند گامی باشد که باعث شود هر یک از اقوام برای خود دانشنامه ای بنویسد زکی شفایی روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی هم درباره پیشینه دانشنامه در افغانستان و ایجاد انجمن ادبی کابل و همچنان دایره المعارف آریانا صحبت کرده و درباره تاثیر مثبت دانشنامه هزاره نکاتی بیان داشت استاد کازم یزدانی مورخ و پژوهشگر تاریخ هزاره نیز در پیامی ویدیویی درباره ضرورت انتشار این دانشنامه برای مردم افغانستان به خصوص هزارها مطالبی را بیان کرد استاد اسدالله شفایی رئیس بنیاد دانشنامه هزاره از ایجاد دانشنامه تا اهداف مسئولیت و دستاوردهای دانشنامه در طرح دوازده جلدی که همیشه میتوان به روز باشد مطالبی بیان کرد وی دانشنامه هزاره را ضمن آینه تمام نمای تاریخ و جامعه هزاره و پاسخ به سوالات نسل جدید این قوم دانسته و گفت این دانشنامه گامی به سوی تدوین دایره المعارف جامعه افغانستان خواهد بود ابعاد مختلف دانشنامه هزاره به عنوان طرح تحقیقاتی از منظر مطالعات پسا استعمارگرایی ریشه تاریخی قوم و قومیت در افغانستان جایگاه دانشنامه نویسی در افغانستان و بررسی چشمانداز دانشنامه هزاره در قالب سخنرانی و میزگردی با عنوان دانشنامه نویسی و قومیت پس از نشست رونمایی و نقد دانشنامه هزاره در کشورهای سوئد و بریتانیا در کشور آلمان بررسی گردید. دانشنامه هزاره یک پروژه تحقیقاتی است که قرار است در دوازده جلد راجع به تاریخ، فرهنگ و تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی قوم هزاره نوشته شود. ویرایش دوم جلد نخست آن اخیرا در افغانستان و دیگر کشورهای جهان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است